پام دې تر اورا سره په استودیو کې د باس لپاره د تخار والی عبدالحق شفق صاحب ملمري شغله شفق صاحب په خیر اغله وخت مونږ نیک مار ژوند دی اوس په بل دې وکړو چې د والیانو د ریپورت ورکولو په لړۍ کې تاسو هم تیر ورځ خپل ریپورت وړاندې کړی دی تخار ولایت کې اساسي ستونزې واغه لاسته راوړنې چې ستاسو د والیتوب په دوره کې وي لوی لاسته راوړنې څه وي بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین اولا خواست شما همکارای گرامی شما در کل تشکر میکنیم به خاطر تلاش های وسیع و همیشگی شما برای انعکاس رخدادهای کشور و همینطور به بیننده های گران قدر شما احترام تقدیم میکنیم البته در سال 98 یکی از مشکلات جدی تلاش دشمن برای تحقق اهداف هجومیشان بود تحت عنوان عملیات والفتح که موج چهارم از ماه سوم سال 98 آغاز شد هدفش این بود که بعضی مراکز ولسوالی های ما را به اشغال خود در بیارن و مرکز ولایت نواحیش و خود مرکز ولایت را تهدید بکنه که قبلا هم در هفت ولسوالی اینا در قریجاتش پیش از اینکه ما اونجا برم به ایسی والی اینا حضور داشتن میخواستن ولسوالی های دیگر هم متاثر بسازن از حضورشان که به هیچ یک از اهداف خود خوشبختانه نرسیدن نه تنها در مرکز ولایت اینا تا 20 کیلومتریش هم نتونستن جلو بیاید و از ولسوالی های دیگر هم به اهداف خود نرسیدن که خیلی مناطقی قبلا هم اونجا نفوذ کرده بود از دست دادن دیگر فقط بر مردم نگرانی خلق کردن من فکر میکنم همونطوری که در هیچ گوشی مملکت طالبان نتونست به اهداف خود برسد در تخار عمدتاً به هیچ اهداف خود دسترسی پیدا نکرد و جغرافی های جدید نتانستن تحت تصرف خود بیارن و شورای لمبری اگه که بین قندوز تخار بدخشان بود اینا میخواست ایره مختل بکنه سیستمی امنیتش که خوشبختانه در این هدف خودم نرسیدن و در کل وقتی که تلفات سنگین دادن عصبی شدن متاسفانه بعضی خانه های مردم ها غارت کردن، آتش زدن و حتی در بعضی موارد خاص اینا به احترامی کردن. بله، ولی پټول کې د لاسراوند ته بورس راسو د تخار ولایت څومره ولسوالۍ مثلا تر امنیتی تهدیدات لاندې دي د وسلوال طالبان او څومره ولسوالۍ خپل تر دولتي حاکمیت لاندې دي اوس مهال تخار عبد واحد اداري داره کې شونده ولسوالۍ مرکز ولایت و فعلا هیچ ولسوالی ما در کنترل طالبان است کل ولسوالی های مازاد است بلکه در خیلی ولسوالی ها سنگرهای دو سه ساله خود از دست دادن و کامل تصفیه شده در این اواخر در نتیجه احتمامی که وزارت محترم دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی داشت سه تا از معین صاحب های بسیار فعالشان در اونجا تشریف آوردن تمام قریجات حتی در ولسوالی های که قبلا تحت کنترلشون بود تصفیه شد خب متاسفانه یک مشکل حفظ مناطق است که در صورتی که برای حفظ مناطق تدابیر نباشه اونا دوباره ولی کم کم پس برمیگردند در مواضع قبلی خود ولی به هر صورت وسط و جغرافیای تخار زیاد است و بیش از یک میلیون نفوس در اونجا زندگی میکنه 11473.7 کیلومتر مربع مسافت داره یک جغرافیای وسیع برای تهدید دشمن است ولی دشمن به هیچ هدف خود خوشبختانه دست پیدا نکرده ولی صاحب رابس الله ستراوړن ته تیر کال که مثلا لوی راستراوړن سوی چی په تخار ولایت کې تاسو ترلاسه کړی دي د حکومت لپاره البته یک کمی انعکاس رخدادها در رسانه ها از لحاظ امنیتی زیاد است ولی بخش انکشافی تخار متاسفانه زیاد انعکاس نمیکنه ما تقریبا نزدیک به هفت ماه میشه در تخار به ایسی والی رفتیم تخار مجموعا 214 پروژه تحت کار است که پروژه بسیار مهمی که در این مدت که ما سر از نو تمرکز داشتیم توجه داشتیم و بسیار استراتژیک بود که بودجهش هم حدود 3.740 میلیارد 640 میلیون بود هزینه شده بر ازوف که فعلا فعال است یا که بسیار کم سابقه است یا و ندرت در این شرایط در افغانستان است 52 کیلومتر سرک داخل شهر طالقان در حال اسفالت است سرک آغاز کردیم ما که تخار از طریق ولسوالی ورسج
به ولایت پنجشیر، از پنجشیر به مرکز وصل بکنیم که خیلی هم مسافت کوتاه می شود. میدان هواییش است که با توجه خاص جلال ما برای جمهور افغانستان این بودجهش منظور است. دیروز هم با رئیس اوانوردی دیدیم پروژه رفته تحت مراحل تدارکاتی که انشاءالله امیدوار هستیم به زودی کار او را آغاز کنیم. مورای کوکچه که از ولسوالی های آسیب پذیر ماست، آلی بین خواجه باودین، ینگی قلعه چهار فلان سرکشان تحت اسفالت است. اسفالت جریان داره و بین خواجه باودین، دشت قلعه، خواجه غار و همینطور بهارک کل پروژه های سرکشان تحت مراحل تدارکاتی و قرارداد است. و همینطور بزرگترین کانال آبرسانی ما بگیم در سطح ملی پروژه بسیار بزرگ است که 90 کیلومتری پروژه پاپلاین زی تمدید میشه که دو ولسوالی اشکمش و بنگیر قسمان نا آب آشامیدنی سالم برش که هم پروژه بسیار قیمت بها و بسیار ارزشمند است. کانال های آبیاری زیاد، دیروز هم یک پروژه افتتاح کردیم که هم تحکیم سواحل دریای داخل شهر طالقان بود به ارزشی 122 میلیون افغانی. و در بخش زراعت که تخار به دلیل داشتن اقلیم مناسب، زمینای حاصلخیز، دریای خروشان یک فرصت بسیار مناسب برای رشد زراعت مالداری است و همینطور برای صنعت، به خاطری که ما منابع آبی فراوان داریم که میتونیم 4 بند سروی شده را تبدیل بکنیم به بازدهی مثلا برق، که از برق وارداتی خلاص شیم. بله مهم موضوع مثلا کارونه بسیاری ولایت راوړنې مو ډیرې دي، ستاسو امنیتي ګواښونو په تړاو باندې مو معلومات ورکړله. په ډیرو ولایتونو کې د خلکو اندېښنه دغه ده چې دولتي برقې سره یا مثلا دولت سره د خلکو همکاري کمه سوې ده. تخار ولایت کې د خلکو همکاري د دولت سره څه ډول ده؟ امنیتي ځواکونو سره، خصوصا هغو ادارو سره چې ملکي برخې ته کار کوي، څه ډول همکاري لري خلک؟ ما خودم افتخار میکنم به مردم تخار که خدمتگزار ایزنا هستیم. وقتی تهدید دشمن علیه طالقان جدی شد، 10 نفر مردم تخار با ما مراجعه کردند که ما حاضر هستیم در کنار نیروهای امنیتی استاد چه و این کار کردن و این همکاری کردن. اما از لحاظ یک پروسی عمومی کلان، وقتی باور ما است که بالای 70% مردم افغانستان در دهات زندگی میکنند و اگر ما دهاد از کنترل مخالفین خارج نکنیم، پس با یک بخشی از نفوس کشور خود فاصله پیدا میکنیم. لذا باور من این است که ما تلفات ما در دفاع بیشتر از حمله است. لذا باید حمله را جایگزین دفاع بکنیم، هم مردم خود از اسارت در قرارداد از دست اونا خارج کنیم و هم سقف تلفات خود در نیروهای امنیتی پایان بیاریم. اخیرا ارگانهای امنیتی خوشبختانه این موضوع را فعلا روی دست گرفتن و در تخار 3 تا مهندس‌های بزرگوار که اونجا تشریف آورده بودن این پروسه را عملی کردن و بسیار موفق بود. بله شفق صاحب، د خلکو اساسي غوښتنې څه دي چې تر اوسه پورې نه دي عملي سوي؟ او ستاسو مثلا له مرکزي حکومت څخه غوښتنې څه دي چې هغه پروژې چې تاسو یې مثلا غوښتنه کوئ مرکزي حکومت یې درته عملي کړي تر څو خلکو ته زیاته ګټه ورسوي؟ کمی به تطبیق پروژه ها و کیفیت و نظارتش بیشتر توجه شد. بخش زیادی از پروژه های بزرگ در مرکز تا مراحل میشه. وقتی قرارداد میشه، قراردادی اونجا میایه، نقش نظارتی و اداره محلی را تضیف میسازه. تضیف ساخت، بازو نظارت هم تضیف میشه، در نتیجه محصول تضیف میشه. از اون خاطر یک بحث مایی است که سرعت داده شد. پروسه مثلا اغلب پروژه ها میمونه در آخر سال مالی. آخر سال مالی هم بودجه مصرف نمیشه و هم در فصل مفید سال، وقتی که ما میگیم 3 ماه سال مالی را پیش بردن به خاطر که زمستان کاملا در دوره سپری شد و که وقت تطبیق پروژه نیست، فلسفه شمیسته که باید پروژه ها از اول سال باید تطبیق شد. نوری علی نگوشته نیمت سدی همینسته که این کار وزارتخانه هایی که تخصیصات دریافت میکنه بعد از فیصله پارلمان باید عاجل تای مراحل بکنه کارهای تدارکاتی خود و نقش نظارتی اداره محلی را باید قائل باشه. که بعضی ها میگه که اصلا ما خود ما انجینرها را از کابل روان میکنیم نظارت میکنه. فرض کنی یک وزارت میایه یک ماه یا 20 روز تیم انجینریش اونجاست، باز برمیگرده کابل دیگه. یعنی خلا موجود میمونه که هم سرعت
کاهش پیدا میکنه و هم نظارت کاهش پیدا میکنه. او بل په تخار ولایت کې اساسي ستونزه څه ده چې خلک یې غوښتنه کوي ستاسو څخه تر څو مرکزي حکومت دې برخه کې درسره همکاری وکړي؟ خب نگرانی اصلی و محوری مردم امنیت است و امنیت بستر تمام پیشرفت و توسعه است و فضل خدا تخار یک از ولایت است که ما نمیتونیم بگیم جزی ولایت نام، چرا نو ولسوالی زی به شمول مرکزش و تمام شهرهایش کاملا مشکل نداره. ما در بعضی ولسوالی های مورای کوکچا که اخیرا اگر عملیات تصفیه کامل اونجا انجام شد، ولی متاسفانه به دلیل از اینکه تدابیری پیشگیرانه برای حفظ منطقه نبود، پس مخالفین در حال بازگشت هستند. په ډیر لنډول باندې د صحت په برخه کې هغه ولایت کې د روغتیا برخې وضعیت څنګه دی او ورسره په څنګ کې د معرف وضعیت څنګه دی؟ معرف ما خیلی فعال است، خوب است. طبعا مشکلات خود دارم طوری که نبود تمرای استاندارد است. در اغلب جایی که 50% شاگردا فضای باز درس میخوانند. در صحت تخار بهترین شفاخانه افغانستان، اگر نگویم یکی از بهترین شفاخانه های افغانستان داره، ولی مشکلش است که شفاخانه تشکیلش بسیار ضعیف است. بخشی چشم نداره، بخشی اطفال نداره، ارتوپیدی نداره. یعنی با تناسب ظرفیتی که داره هم تشکیلش هم تجهیزاتش بسیار ضعیف است که توقع ما از وزارت محترم صحت عامه و همکارای بین المللی ما است که این شفاخانه را نه تنها برای تخار، برای کل حوزه شمال شرق کامل عیار بکنه، به خاطری که این ظرفیت داره. او په تخار ولایت کې د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ اساسي ستونزې په اقتصادي برخه کې موجود دي او که؟ طبعا وقتی که فضا در سطح ملی تا حدی تحت تاثیر مسائل ناامنی باشه، سری زوایای زندگی مردم حواشی در ولایتی که همتر باشم تاثیر خود میگذاره، ولی چون مردم تخار مردم بسیار خوشبختانه مردم خونگرم با احساس رفتار مسئولانه داره و در تمامی زوایای زندگی خود بسیار عاقلانه رفتار دارن، از او جهت به وصف که مشکلات کمکاری یا با اصطلاح پایین بودن سقف اشتغال یا فرصت سازی کم است، ولی در این زمان او کسایی که امکانات لازم در اختیار خود داره فعال هستند. ما یک نظر داریم که باید بخش اقتصادی و اداره محلی یا حکومت محلی یا منطقه با خود بخش های اقتصادی حکومت در یک تفاهم نزدیک برسیم. ما هم از منابع حکومتی، منابع بومی و هم از توانایی خود دولتی در کنار توانایی و ظرفیت های مردمی رو با هم تلفیق بکنیم و منابع رو شناسایی بکنیم، بخش خصوصی خود در سطح محلی فعال بکنیم. من نظر دارم به زودی انشالله یک شورای عالی اقتصادی ولایتی را که ترکیبی از سکتور خصوصی و ادارات اقتصادی ما باشه با وجود بیاریم تا پول مردم برای تولید محلی با کار اندازیم که هم مشکلات مردم پایین پیدا بکنم، برای اشتغال زایی موثر باشه و هم در مجموع خود منابع، یعنی تخار یک کانونی از منابع است در معدن، در آب، در زمین، در نیروی انسانی، در کادر، کادرایی که مثلا فعلا جذب نشده بیکار هستند، ولی تا وقتی که ما سکتور خصوصی را فعال نکنیم کادرای ما هم در قسمت جذبشان توجهی وسیع صورت نمیگیره. ډېره زیاته مننه د حکومت له لوري د والیانو د ریپورټ ورکولو په تړاو باندې د تخار والی عبدالحق شفق و چې په همدې تړاو باندې تلونیو سره مرکه کول. ډېره زیاته مننه والي صاحب، ستاسو لپاره تاکه.